نهادهای حامی زنان از افزایش خشونت ها در برابر زنان در کشور نگرانی می کنند. وزارت امور زنان در پیوند بر رویداد اخیر خشونت بار در ولسوالی چاه آب ولایت تخار از حکومت می خواهد که هرچه زودتر به پرونده های خشونت در برابر زنان رسیدگی کند. در همین حال عالمان دین افزون بر نکوهش رویداد ولسوالی چاه آب ولایت تخار آن را خلاف آموزه های اسلامی می دانند. شهرام امامی گزارش می‌دهد. با تازگی نوار تصویری در رسانه‌های اجتماعی پخش شده است که نشان می‌دهد بانوی در میان مردان خشمگین قرار گرفته است و همه او را با سنگ و چوب می‌زنند. ظاهرا این بانو به زن ارتباط با پسر 17 ساله در ولسوالی چاهاب ولایت تخار محاکم صحرایی شده است. مسئولان نهادهای عامی زنان و عالمان دین این رویداد را تأسف بار می دانند و از حکومت و نهادهای مسئول می خواهند که هرچه زودتر عاملان این رویداد خشونت بار را به پاسخگویی در برابر ارگانهای قضایی کشور حاضر کنند. دستگیری کسایی است که در اوج منحیث تماشاچی استاد بودند و کسایی است که تحریک کردند امی گروپ از مردان وحشی را که عمل وحشیانه را انجام دادند. این هدف وزارت است و خوشبختانه کسایی که حاضر شدند از ارگانهای مربوطه که در این راستا با ما همکار هستند تعهد خود را امروز بر ما نشان دادند. تعهد اداره مستقل ارگانهای محلی، تعهد والی ولایت تخار و ولسوال چاهابی است که به این خانم عدالت بتن و مانعی شوند که دوباره قضیه اتفاق بیفت. در صورتی که دلایل و شواهد قنی وجود می داشت باید صلاحیت رسیدگیش از محاکم افغانستان بود، نه مربوط بر یک محکمه صحرایی. عالمان دین افزون بر نکوهش این رویداد میگویند که این کار خلاف آموزه های اسلامی است. با وضاحت میگم که محاکم صحرایی بدون از فیصله قضا و محکمه به هیچ صورت صبغه شرعی نداره. هر کسی که به این کار دست میزنه جنایتکار است. مشکل ما این است که متاسفانه ما به ارتباط دین به افراط و تفرید سر دوچار هستیم. مسئولان وزارت امور زنان میگویند که در چند ماه اخیر 25 پرونده خشونت در برابر زنان ثبت شده است که در این میان خودکشی، تجاوز جنسی و قتل‌های ناموسی از مواردی است که بیشتر پرونده های خشونت در برابر زنان را تشکیل می‌دهد.